بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند یکتا خدمت تک تک شما خوبان کانکوری های گرامی سلام عرض ادب داریم. خوش آمدید میگیم به همه شما به برنامه خودتان، یعنی برنامه آموزشی کانکور در خانه از شبکه تلویزیون نگاه. در ادامه موضوعات فیزیک رسیده بودیم به منشور و منشور را مورد مطالعه قرار دادیم. دیدیم که نور سفید وقتی از منشور عبور کرد به هفت رنگ تجزیه شد. چرا واقعا نور به هفت رنگ تجزیه میشن؟ علتش در این هست که طول موج نورهای مختلف در منشور فرق کرده و این سبب جدایی رنگ ها میشه. طول موج فرق میکنه برای هر رنگ و همچنان اگر محیط هم تغییر کنه، حالا محیط منشور که یک چیز هست، اما اگر نور از یک محیط وارد یک محیط دیگه بشه باز هم انکسار میکنه و این سبب میشه که شما ببینید که انکسار نور در واقع میتونه هم تابع محیط باشه و هم تابع طول موج است. پس طول موج مختلف برای نورهای مختلف سبب شده که زمانی که نور سفید از منشور عبور کنه به هفت رنگ تجزیه شه. این نورها را حتما به یاد دارید که کمترین انحراف از نور سرخ است و بیشترین انحراف از نور بنفش است. همچنین باید به یاد داشت که انحراف دقیقاً با طول موج، با انحراف نور ما در واقع یا انکسار نور ما با طول موج رابطه غیر مستقیم داره. یعنی آن رنگی که طول موجش از همه بیشتر هست انکسارش از همه کمتر هست، مانند نور سرخ. نور سرخ کمترین انحراف را داره و بیشترین طول موج را، و نور بنفش بیشترین انحراف را داره و کمترین طول موج را. میخوایم که موضوعات را یک بار روی تصویر هم مشاهده کنیم. ببینید دوستان گرامی، زمانی که وایت لایت یعنی نور سفید وارد منشور میشه، میبینید که به هفت رنگ تجزیه میشه. قسمی که در درس گذشته به شما گفتیم بین از این رنگ ها مرز مشخصی وجود نداره، بنابراین به نام طیف پیوسته هم یاد میکنه. کمترین انحراف از نور سرخ است و بلندترین طول موج از نور سرخ. بیشترین انحراف از نور بنفش است و کمترین طول موج از نور. یعنی انحراف و طول موج رابطه غیر مستقیم داره. وقتی انحراف کم است طول موج زیاد است، پس طول موج سرخ از همه بیشتر است. وقتی انحراف زیاد است طول موج کم است، پس انحراف زیاد کمترین طول موج از بنفش میشه. سوالی در همین راستا داریم. سوال کانکور: ضریب انکسار تابع کدام عوامل است؟ محیط، طول موج محیط و طول موج سرعت. خب در واقع ما علت جدا شدن نور در منشور آن است که ضریب انکسار منشور برای نورهای رنگی مختلف یکسان نیست. چون نور سرخ کمتر و نور بنفش بیشتر از نورهای دیگر انکسار میکنند، نتیجه میشد که ضریب انکسار منشور برای نور سرخ از همه کمتر و برای نور بنفش از همه بیشتر است. از طرف دیگر سرعت نورهای رنگی در منشور یکسان نیست و سرعت نور سرخ از سرعت نور نارنجی بیشتر است. سرعت نور سرخ، توجه کنید کانکوری های گرامی، سرعت نور سرخ از سرعت نور نارنجی بیشتر است و سرعت نور نارنجی از سرعت نور زرد بیشتر است، و به همین ترتیب می توان نتیجه گرفت که زاویه انحراف منشور برای نور سرخ کمتر و بنفش از همه بیشتر است. خب مشاهده می کنیم که در این جزء سرعت نورها هم تغییر می کند، طول موج هم تغییر می کند، و در واقع ما اگر رجوع کنیم به کتاب که در واقع کتاب مکتب، در اینجا مشخصا طول موج را برای انکسار در نظر گرفته در منشور، پس مربوط به طول موج میشه. در اینجا رنگین کمانی که شما در آسمان در روزهای بارانی مشاهده میکنین که بعد از او آفتاب هم میآید از پشت ابر بیرون، نور آفتاب به قطرات باران میتابه، نور آفتاب به قطرات باران میتابه و انکساری صورت میگیره که ما تحت زاویه خاصی که عموماً بین 42 درجه هست ما میتونیم که یک طیف رنگی رو مشاهده کنیم،
فرد از این زاویه که آفتاب پشت سرش هست، خودش از این زاویه میبینه قطرات باران انکسار کردن و ما در اثر انکسار، ببینید نور از قطره باران در واقع انعکاس کلی کرده، در اثر انعکاس کلی بر میگرده به این طرف و ما بین از این دو زاویه که تشکیل شده ما یک طیفی را میبینیم، سرخ و بنفش است که تمام رنگ ها بین سرخ و بنفش دیده میشه و ما یک رنگین کمانی را در واقع در آسمان مشاهده میکنیم که علت او هم انکسار نور در قطرات باران هست. سوالی که در اینجا مطرح شده دوستان گرامی، آیا نور سفید در تیغه شیشه‌ای نیز تجزیه میشود؟ همین تیغه متوازی سطوح. خیلی از شماها شاید بگین که نه طبیعی هست. چرا؟ زمانی که نور از شیشه خانه شما عبور میکنه شما هرگز هفت رنگ را مشاهده نمیکنین. علتی هست که نور زمانی که از شیشه عبور میکنه بسیار به یکدیگری هفت رنگ نزدیک است و باز هم ما اون نور را سفید میبینیم. حالان که اگر ما تحت میکروسکوپ مشاهده کنیم میبینیم که نوری که از این طرف شیشه عبور کرده به هفت رنگ تجزیه میشه. پس بنابراین نوری که از شیشه هم عبور کنه به هفت رنگ تجزیه میشه. ولی گفتیم چون این رنگ ها بسیار به یکدیگر نزدیک هستن باز هم ما را چی میبینیم؟ سفید مشاهده میکنیم. انعکاس کلی در منشور. دوستان گرامی انعکاس کلی را در انکسار خواندین. انعکاس کلی نور از این وجه خارج نمیشه بلکه به این زاویه منعکس شده. چرا؟ چون این زاویه وارده از زاویه بحرانی چه شده؟ بزرگتر شده. در اینجا زاویه بحرانی برای منشور ما 42 هست و شما زاویه رو میبینین چند هسته؟ 45 هسته. 45 از 42 بزرگ است. یعنی زاویه وارده بزرگتر از زاویه بحرانی شده و در نتیجه نور از این وجه منشور عبور نکرد از وجه دیگه. این حالت را در منشور ما انعکاس کلی میگیم و از این انعکاس کلی که در منشور قائم الزاویه به وجود آمده متساوی ساقین در چشم زیردریایی ها یا پریسکوپ ها استفاده میشه. در پریسکوپ ها دو عدد منشور به این شکل کار گذاشته شده که نور را به زیر او انتقال میدن، در واقع به نوع دوربین یا به اصطلاح بگیم که چشم زیردریایی هسته. زیردریایی هایی که زیر او حرکت میکنن میتونن که بیرون او را به واسطه ای از این پریسکوپ یا چشم زیردریایی خود مشاهده کن. نور را، جهت نور را در واقع منشورها در چشم زیردریایی تغییر میدن. پس از انعکاس کلی که در منشور صورت گرفت در ساخت پریسکوپ استفاده شده و در پریسکوپ دو عدد منشور به این شکل قرار داره. باز هم میگم که انعکاس کلی زمانی صورت میگیره که این زاویه که اینجا مشاهده میکنین 45 درجه از زاویه بحرانی بزرگتر باشه. در اینجا زاویه بحرانی منشور ما 42 درجه بوده. خب خدمت شما عرض شود که ما در قسمت منشور به بررسی مثالهای منشور میخواییم بپردازیم. در این قسمت یکی از مثالهایی که ما برای شما تدارک دیدیم از ولایت غور هست. ولایت غور سال 97 هست که همین امسال امتحان داشتند. سطحی که در مقابل زاویه رسم منشور قرار دارد به نام چی یاد میشه؟ خب طبیعی است در مقابل رسم منشور سطح قاعده قرار دارد. سطح قاعده منشور هست، منشور مثلثی شکل. پس شما باید گزینه یک را انتخاب کنید تا به جواب درست برسیم. سوال دوم، خط مشترک بین دو سطح غیر موازی منشور. خط مشترک، ببینید من در کجا تکیه میکنم شما توجه کنید. خط مشترک دو سطح غیر موازی. خب وقتی دو وجه غیر موازی زاویه رسم ساخت او فصل مشترکشان به نام ضلع انکساری یاد میشد که در درس گذشته خدمت شما خوبان عرض کردیم. ضلع انکساری هست جواب ما. خط مشترک بین دو وجه غیر موازی عبارت از ضلع چی هستن؟ انکساری هست. سوال دیگری داریم، اگر نور سفید وارد منشور شود کدام نور کمتر منکسر می شود؟ شما به من بگین کمترین سرخ است. بله. و اگر می گفت بیشترین بنفش می شود. سوال بعدی داریم از ولایت فاریاب، اگر A زاویه رأس منشور و DM یعنی زاویه انحراف اصغری DM منشور باشد رابطه ضریب انکسار منشور کدام است؟ از کدام رابطه ما ضریب انکسار را پیدا میکنیم؟ حتما بیاد دارید که گفتیم N مساوی است ساین DM جمعه بر دو ساین A بر دو. DM زاویه انحراف اصغری، A زاویه
رسم منجو. پس حتما این رابطه را یک نکته هم خدمت شما عزیزان عرض شود که هرگز ما نمیتونیم دو یکی در یک قسمت از یک قسمت را خط بزنیم که خدای نکرده بیایم گزینه 4 را انتخاب کنیم، به خاطری که کسرال کس نیست دوستان گرامی، به لحاظ ریاضی این دو مربوط زاویه است، یعنی زاویه هر چی که باشه تقسیم 2 میشه، مثلا اگر 60 باشه تقسیم 2 30، یعنی شما باید در صورت ساین 30 درجه را حساب کنیم. پس هرگز این دو را که در زاویه قرار داره را به عنوان کسرال کس اشتباه نگرفته و اختصار نکنیم. پس جواب ما گزینه اول هستم. سوال دیگه ای داریم از دور پنجم بدخشان 94 هست. اگر زاویه رسم منشور 60 درجه باشد و نور تحت زاویه 30 درجه وارد منشور شود، زاویه انحراف اصغری را محاسبه کنید. زاویه انحراف، ببینید اینجا اشاره رسانده، زاویه انحراف چی؟ اصغری. زاویه انحراف اصغری میخوایم که این را روی تخته برای شما حل کنیم که خوبتر متوجه منظور ما بشین. خب کانکورهای گرامی، وقتی که ما به لفظ کلمه اصغری میرسیم حتما توجه کنید. برای انحراف اصغری ما دو حالت داشتیم، حالت اصغری، حالت اصغری یک این بود که اگر زاویه ورودی و زاویه رأس کوچکتر و مساوی چند درجه باشن؟ 6 درجه. حتما و حتما به یاد داشته باشین در این حالت شما حق دارین که زاویه انحراف را که M برش گذاشتیم، M یعنی مینیمم، یعنی اصغری، اصغری را از رابطه AN منفی 1 پیدا، A زاویه رأس هست و N ضریب انکسار هست. این شرط اول است. حتما باید داشته باشین که با حالت دوم اشتباه نکنین، به خاطر که ما هر دو حالت سوال داریم در امتحان کنکور و شاگردان گیج میشن که آیا از این فرمول یا از این فرمول استفاده کنیم. بسیار ساده، شرط را فقط دقت کنیم. من اطراف از این حلقه میکنم، هرگاه این شرط را دیدیم مستقیما از اون. و اما حالت دوم زمانی است که آی 1 مساوی چستن آی 2. آی 1 و آی 2 چی است؟ زاویه ورودی، زاویه خروجی. هرگاه زاویه ورودی و خروجی با هم مساوی باشه، این شرط را اگر دیدین شما می توانین که زاویه انحراف اصغری را از رابطه دو آی منفی ای دریافت کنین. این در این حالت هم اصغری هسته که ما اون معمولا یک ام به زاویه انحراف از اضافه می کنیم که مفهوم. خب و در چنین حالتی ضریب انکسار مساوی می شد ساین دی ام جمع ای بر دو تقسیم بر ساین ای بر دو. دوستان گرامی توجه کنید که پیشتر هم عرض کردیم خدمت شما، هرگز دوی ای صورت و ای دو را در مخرج خلاص نکنین، به خاطر که اینها کسر کسر نیستن و مربوط زاویه میشه، زاویه حساب میشه، تقسیم دو میشه. پس ای دو همچنان همیشه به قوت خود باقی، ضریب انکسار در این حالت از این رابطه پیدا میشه. خب سوالی که در این جیم در این قسمت مطرح شده، ببینین وقتی شما سوال میخوانید، سوال کانکور این گونه بود، پیشتر خدمت شما عرض کردم، گفته بود که زاویه رأس هست 60 درجه. زاویه رأس 60 درجه. ببینید 60 درجه شما همکنون مشاهده میکنین در صورت گفته کمتر باشه از 6 درجه، حالان که 60 درجه است، بسیار از 6 درجه بیشتر. پس هرگز نمیتونین از فرمول بالا استفاده کنین. پس راه حل هست فرمول دوم. یک بار دیگه میگیم 60 درجه، اینجا گفته زمانی از این فرمول این قسمت استفاده میکنید دی ام ای ان منفی 1 که زاویه 6 درجه کوچک باشه، این زاویه ما از 6 درجه بسیار بزرگ است. پس مستقیما میریم سراغ فرمول دوم. زاویه ورودی رو گفته چند درجه؟ 30 درجه. خب طبعا وقتی انحراف اصغری هست حتما و این فرمول ما زاویه رأس هم از 6 درجه بزرگ است، حتما این هسته، یعنی زاویه ورودی و خروجی ما با هم چی بوده؟ مساوی شده. خب خیلی راحت زاویه انحراف اصغری را میخوایم در اینجا پیدا کنیم. شروع میکنیم به حل کردن. دی ام مساوی است 2 آی منفی ای. خب دی ام مساوی است 2 ضرب در سی منفی ای چند هستن؟ 60 درجه. 2 ضرب در سی 60، منفی 60 صفر میشه. پس زاویه انحراف اصغری ما گویا که هیچ انحرافی نداشتیم، انحراف بسیار بسیار کم بوده، مثل تیغه متوازی سطوع عمل کرده. دقت کنید در تیغه متوازی سطوع هم شما شاهد از قضیه بودین که زاویه ورودی و خروجی با هم چی بود؟ مساوی بود و نور همچنان که وارد وجه منشور شده از طرف دیگر خروج کرده و زاویه انحراف ما در اینجا صفر یا بسیار بسیار اصغری در واقع شده در این قسمت. خب فرق دو تا فرمول را یاد گرفتین دوستان گرامی. هر زمانی که زاویه رأس و زاویه ورودی از 6 درجه کوچک بود، شما از رابطه A N منفی 1
استفاده کنیم و هر زمانی که ورودی و خروجی مسایی بود مستقیما دعای منفی ای و در چنین حالتی ضریب انکسار مسایی میشه به این ساین دی ام جمعه بر دو بر ساین ای بر دو. فرقی دو زاویه را حتما حتما بفهمید که در امتحان کانکور بسیار بسیار استفاده میشه. سوال های متعدد داشتیم و این به امی حالت شما هم یاد بگین شرط را که بفهمین میتونیم فرمول رو از همدیگر تفکیک کنیم. خب سوال ما که در دور بدخشان بود در این قسمت گزینه یک درست است، چرا که زاویه هست 0 درجه. معذرت میخوایم. سوال کانکور داریم: اگر بالای یک سطح منشور نور وارد گردد و زاویه منکسره 35 درجه باشد، در سطح دوم منشور زاویه وارده چند درجه است؟ خب در واقع سوالی که ما داریم، نور بالای یک سطح منشور وارد گرده و زاویه منکسره 35 درجه باشه، در سطح دوم منشور زاویه وارده چند درجه است؟ خب ببینید دوستان گرامی، ما یک سوالی به این شکل آمده که ما خیلی با مجهولای زیادی در واقع در اینجی مواجه هستیم. اما اگر ما با همچین سوالی در کانکور مواجه شدیم، خب میبینید که مجهولات زیاد است، باید برگردیم به تحلیل های خود. زمانی میتونه که زاویه منکسره 35 درجه به این شکل است، در سطح دوم منشور زاویه وارده چند درجه هست، در سطح دوم منشور که حالت هایی باشه که در واقع آیک و آیدو با هم مساوی باشه، آریک و آردو هم با هم مساوی باشه، حالت انحراف اصغری هست. در واقع اگر 35 هست حتما او طرف هم باید باشه چند؟ 35 درجه باشه. در واقع این چنین میشه تحلیل کرد که در زمانی که انحراف اصغری داشته باشیم آیک مساوی آیدو هست و آریک هم مساوی چی هستم؟ آردو هست. در واقع آریک و آردو هم در انحراف اصغری با هم مساوی هست. در این سوال که وقتی آریک 35 هست حتما آر دو هم چند دست دوستان گرامی؟ 35 است. پس این سوال هم اشاره کرده به حالت انحراف اصغری. باز هم میگیم در زمانی که انحراف اصغری باشه، حالت که ورودی و خروجی مساوی باشه، یعنی آیک و آیدو مساوی بود، حتما و حتما آریک و آر دو زوایایی که داخل منشور بود، آریک و آر دو هم با هم چند مساوی است. سوال گفته آریک 35 است، آر دو چند است؟ شما هم میگین که آره دو هم 35 است. این هم یک تحلیل از زاویه انحراف اصغری هست. خب دوستان گرامی، من میخوام که راجع به منشور و زوایای منشور بیشتر برای شما صحبت کنیم و تکمیل کنیم درس خود را با منشور. شما ببینید در منشور سوال هایی که متداول هست در امتحان کانکور عموما از انحراف اصغری شما سوال دارین و هم برخی از سوال ها از زاویه انحراف حالت عادی. من فرق انحراف اصغری و عادی رو به شما بگم که چگونه هستن در چند مثال بسیار ساده. سوال امتحان کانکور دارین شما، ببینین دوستان گرامی، من سوال کانکور برای شما میگم. در این قسمت در سوال کانکور سوال برای ما دادن که زاویه آیک مساوی زاویه آی دو مساوی هسته، ای دوتا با هم مساوی هسته. خب نامعلوم اگر باشن، خب در اینجی اگر که آیک آیدو، حالا اگر معلومم باشه به هر صورت، مثلا پیشتر برای شما انت بود 30 درجه بود و زاویه رأس گفته بود 60 درجه، او زمان ما میگیم زاویه انحراف اصغری از او حالتی بود که دعای منفی ای استفاده کردیم. مثلا وقتی گفتن زاویه رأس هسته 60 درجه، اینجا زاویه انحراف اصغری دعای منفی ای هست. چرا؟ چون زاویه رأس از 6 درجه بزرگ است که پیشتر برای شما محاسبه کردیم شد در واقع 0 درجه. اما حالت دیگر را چگونه تشخیص بدیم؟ این حالت اول. حالت دوم، سوال دوم در واقع به این شکل مطرح میشه: زاویه وارده برای شما داده باشه 3 درجه، زاویه رأس باشه 6 درجه. شما مشاهده میکنید زوایا کمتر از 6 درجه هستن یا مساوی 6 درجه است. ضریب انکسار 1.5. حالا بگین که زاویه انحراف اصغری چند است؟ زاویه انحراف اصغری فرقش با بالایی است که این بار حالا ما حق داریم که از این رابطه استفاده کنیم، بگیم که A این منفی 1. چرا بلا درنگ ما از این رابطه استفاده کردیم؟ چرا از بالا استفاده کردیم؟ چون که اینجا زاویه ها کوچکتر یا مساوی چند درجه هستن؟ 6 درجه. پس این انحراف اصغری
فقط از او رابطه میشن محاسبه کرد، نه از رابطه بالا. خب در اونجی شرطش هست که زاویه ورودی و خروجی مساوی باشه و در اینجی شرطش هست که از 6 درجه کوچکتر یا مساوی باشه. خب پس فرقی دوتا رو بسیار ساده فهمیدین. زاویه رأس هست 6 درجه، ضریب انکسار 1.5، منفی 1 از خود فرمول هست. 1.5 منفی 1 کنین دوستان میشه چند؟ 0.5 است. بله 0.5. 6 را ضرب در 0.5 کنین میشه 3 درجه. باز هم میبینین که دوستان گرامی 3 درجه بسیار بسیار کم انحراف کرده، 3 درجه انحراف کرده. پس نتیجه گرفتین که در اینجا هم زاویه انحراف چون کم هست از لفظ اصغری استفاده میشه. این شد در واقع تفکیک زوایای انحراف در منشور که چه زمان از حالت عمومی. حالت عمومی شاگرد میپرسه حالت عمومی، میگیم ببینید در سوال سوم حالت عمومی است. زاویه وارده هستن مثلا 45 درجه، زاویه خروجی برای ما داده در اینجی 60 درجه، زاویه رأس ما هم هست 70 درجه. در اینجا اگر زاویه انحراف از ما خواسته بشه، زاویه انحراف ما میبینیم که به هیچ کدام از این دو حالت مشابه نیست، نه ورودی و خروجی مساوی است و نه هم اینا کوچکتر از 6 درجه هستن. پس حالت عمومی رو استفاده میکنیم. یعنی چی؟ آ1 جمع آ2 منفی A. این حالت چی بود؟ عمومی بود دوستان. اگر هیچ کدام از این دو حالت نبود، حالت عمومی رو استفاده کنین. 45 جمع 60، 45 جمع 60 منفی زاویه رأس. زاویه رأس چند هستم؟ 70 هسته. پس در این حالت 45 به 60 میشه 105، 105 منفی 70 میشه 35 درجه. میبینین که زاویه انحراف زیاد هم هست، حالت عمومی. پس سه حالت را لطفاً حتما و حتما به یاد داشته باشین. زمانی که ورودی و خروجی مساوی بود 2i منفی a، زمانی که کوچکتر از 6 درجه بود ورودی و رأس a n منفی 1، و زمانی که هیچ کدام از او حالت نباشه حالت عمومی رو برین. a1 جمع a2 منفی a. این بود مفهوم زاویه انحراف که خدمت شما خوبان عرض شد. امیدوار هستیم که یاد گرفته باشین. پس در منشور که شما در امتحان کنکور با او مواجه میشین حتما حتما با زاویه انحراف سوال دارین. زوایای دیگه منشور زوایایی هستن که برای دریافت زاویه انحراف استفاده میشن، یعنی برای دریافت زاویه ورودی، خروجی و زاویه رأس. حتما اینها را ما باید پیدا بکنیم تا در سوال بانیم و زاویه انحراف را پیدا کنیم. خب امیدوار هستیم که تا این لحظه خسته نشده درس ما را یاد گرفته باشین. اگر سوالی دارین میتونین سوال خود را به آدرس تلگرام و یا فیسبوک برنامه کنکور در خانه ارسال کنین و همچنین فایل های ویدیویی ما را که اگر فرصت نتونستین از تلویزیون مشاهده کنین حتما در یوتیوب گذاشته شده، میتونین از طریق یوتیوب هم آنها را مشاهده کنین. تا دیدار مجدد همه شما خوبان را به خداوند یکتا میسپارم. روزگار بر شما خوش. بدرود.